بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما و همه مردم عزیزمون. ما یه قراردادی رو امروز با جناب آقای ترابی منعقد کردیم به مدت 1.5 فصل و خیلی خوش آمد میگیم آقای ترابی به خونه خودش برگشت و برگشت آقای ترابی خواسته هواداران، خواسته کادر فنی و خواسته باشگاه بوده و امیدواریم که انشاءالله حضور آقای ترابی موجب خیر بشه هم برای خودش، هم برای باشگاه پرسپولیس و هم برای هواداران. امیدواریم که انشاءالله موفقیتایی رو که در گذشته با حضور آقای ترابی به همراه سایر بازیکنانمون تونسته بودیم بهشون دست پیدا بکنیم همچنان ادامه داشته باشه و موفق بشیم. فقط نکته مهم قرارداد آقای ترابی که حالا من باید بگم و خود آقای ترابی بقیه صحبت‌ها رو انجام بده این هستش که قرارداد آقای ترابی 1.5 ساله هستش و تا پایان فصل سال بعد و بدون بند جدایی هستش. یعنی آقای ترابی انشاءالله تا پایان فصل بعد در باشگاه پرسپولیس حضور دارن و انشاءالله بعد از حضور در جام جهانی و حضور موفق در جام جهانی انشاءالله بتونن تصمیم بگیرن. آقای شکلی ببخشید این صحبت هست معمولیت وقتی شدن پنجره نمیتاده مشکلی تو تفتیم قرارداد نداره؟ نه، ما پنجره همون خدا شکر تا این لحظه که بسته نشده و با اقداماتی که جناب آقای صدری، جناب آقای سمیعی و سایر اعضای محترم هیئت مدیره انجام دادن به امید خدا مشکلی در جهت پنجره نقل و انتقالاتی نخواهیم داشت. آیا شکوی از صبح امروز هم یه مقام سیالا روزنامه های مختلف در اون نقل و انتقالات مطرح شده، حتی از اشکان دژاگه، فرشاد فرزی، محمد عباسی؟ حالا این جلسه من فکر می‌کنم در رابطه با آقای ترابی هستش، قرارداد ایشون هست. اگر سوالی در رابطه با قرارداد دارید دیگه ما می‌سپاریم خود آقای ترابی که جواب‌ها رو بدن. ان‌شاءالله بقیه رو توی جلسه دیگه در خدمت هستیم. آقای ترابی در مورد حضورتون صحبت کنید و برگشتتون به پرسپولیس. من خدا رو شکر می‌کنم که تونستم دوباره به پرسپولیس برگردم. قبل از اینکه صحبت کنم جا داره اینجا در گذشته آقا مهداد و علی آقا رو خدمت خانواده‌شون، جامعه ورزش و همه مردم عزیز ایران تسلیت بگم. امیدوارم که خدا یه صبری به خانواده هر دو عزیز بده. من هم میگم بازم خوشحالم که دوباره تونستم برگردم به تیم بزرگ پرسپولیس، تیم پرطرفدار پرسپولیس. امیدوارم که بتونم دوباره تو تیم پرسپولیس جا بیفتم هر چه سریعتر و بتونم اون موفقیت‌های قبل رو با تیم تکرار کنم. همه تلاشمون رو میکنیم که بتونیم پنجمین قهرمانی پیاپی رو با پرسپولیس به دست بیاریم. به هر حال یه نیم فصل خیلی خوبی رو سپری نکردم توی باشگاه قطری خاطر مسئولیت‌هایی که به هر حال پیش اومد و اتفاقاتی افتاد و الان انگیزه خیلی زیادی دارم که بتونم بار دیگه بتونم میگم موفقیت‌های گذشته رو حتی بیشتر از قبل بتونم تکرار کنم و انشالله با قهرمانی که به هوادار هدیه بدیم اتفاقای تلخی که برای افتاد انشالله از بین بره. خیلی آقای تورادلو سوال پایانی، قراردادتون با علی تموم شد، این شرایط مالی اینا همه چی اوکیه دیگه؟ اونور باشگاه پرسپولیس یه بار پرداختی اینو داشته باشه؟ نه، اصلا همچین چیزی نیست. من به عنوان بازیکن آزاد اومدم. حالا این هم یه بحثایی است که انشالله در آینده در باشه. و در مورد زمان بازی کردنتون هم حالا از نیم فصل دوم